آریانا سعید، هنرمند ناماشنای کشور که در جدیدترین کنسرت خود پرچم حکومت قبلی را بر دوش کشیده و در جریان آهنگ آن را بر اهتزاز می آورد، با واکنش های مثبت و منفی روبرو شده است. اینکه آریانا سعید چرا دست به چنین اقدام زده است و علل اصلی کارش چی بوده است، ما در این ویدیو در مورد آن خواهیم پرداخت. در ادامه با ما باشید، اما قبل از آن برای دوست شدن در کانال ما علامت سابسکرایب را فشار بدید. آریانا سعید که از سالیان زیاد مصروف سرودن آهنگ و برگزاری کنسرت است، توانسته در این مدت در کنار شهرت و شناخت پول انگفت از طریق برگزاری کنسرت ها و تولید آهنگ هایش پیدا کند. عده‌ای زیاد کسانی که در عرصه موسیقی کار کردن میگویند که آریانا سعید یک هنرمند طبیعی نیست، بلکه او یک هنرمند تجارتی است که به خاطر پیدا کردن پول و ثروت آهنگ میسراید و کنسرت برگزار میکند. در تازه ترین مورد، آریانا سعید پرچم دولت قبلی افغانستان را بلند کرده و در جریان آهنگ آن را به اهتزاز آورده است. این کار او از سوی عده تمجید و تقدیر شده، اما عده دیگر می گویند که این کار آریانا سعید در حقیقت استفاده از احساسات مردم به خاطر توجه به کنسرت ها و کارهایش است. منتقدین آریانا می گویند اگر واقعا آریانا سعید احساس وطن دوستی داشته باشد، به جای این کارهای نمایشی پول کنسرت هایش را برای مردم بیچارهش که نانی در بساط خویش ندارند کمک می کند. آنها می گویند که بلند کردن پرچم شکم مردم نیازمند افغانستان را سیر نمی کند و آریانا به خاطر جلب توجه مردم خواسته است یک کار نمایشی را انجام بدهد. حقیقت موضوع امین است که باید در شرایط کنونی چهره های مطرح، مخصوصا کسانی که ثروتمند هستند و توانایی گرفتن دست هموطنانشان را دارند، از همکاری و تعاون دریغ نکنند. احساس وطن دوستی و عشق به وطن این نیست که ما با کارهای نمایشی برای مردم نشان بدهیم که مهر و محبت وطن در دل ماست. مهر و محبت واقعی امان است که از احساسات پاک مردم به خاطر ترویج تجارت خود سوء استفاده نکنیم و در صورت توانایی دست هموطنان نادار خود را بگیریم. به هر صورت نظر شما بیننده گرامی در مورد این کار آریانا سعید چیست؟ نظرتان را با ما در کامنت شریک بسازید. سپاس از این که تا این دم با ما بودید. اگر تا کنون عضو کانال ما نیستید، برای دوست شدن در کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید. تا دیدار بعد، بدرود. Thank you.